خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین دوستان. ماشاءالله. آقا بفهم. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتون. سلام علیکم. آقای درخشان آقای انصاری. همین خان یه ذره به این علی آقا یاد بدین. یاکون شیکمو. شما چند سال فوتبال گوشی کنار؟ ایشون چند سال گوشی کنار؟ یعنی چی الان آقای انصاری؟ من می‌خوام یه توضیح بدم. عرض سلام دارم خدمت شما. آره الان می‌خوام سلام عزیزتون. ببخشید من خواهم تو ترس و وقتی دارم چون آقای زلیپور خیلی حرف میزنه. امیدوارم برنامه خوبی باشه. حالا مقالون خوشحالم شما رو میبینم. امیدوارم موفق باشید. امیدوارم که یاد گرفته باشی کنار شما آقای زلیپور. بله آقای زلیپور که همکار بسیار آدم با استعداد ماشاءالله. حالا من در طول برنامه در مورد انصاری صحبت می‌کنم. همین خواهم شما سلام علیکم. خواهش می‌کنم به نام خدا من سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکارای محترمتون همچنین بینندگان عزیز در خدمت شما. آقای انصاری شما در حیطه هنر هم الان کار می‌کنید. چی شد که اصلا واقعا از فوتبال یه دفعه کشیده شدیم به کار بازیگری؟ ما کار قشنگتون رو داریم می‌بینیم. خواهش می‌کنم. اولا دارم درس جواب میدم پیش شما، ببخشید. حالا ایشون این کار نیستش ولی شما دیگه استادی. دیدی چه جدی شده؟ والا نمیدونم یه دفعه شد دیگه. علاقه داشتین واقعا به این کار؟ از بچگی بله. فوتبال بهتر یا بازیگری؟ فوتبال. راست میگی؟ اصلا هیچ جوری مقایسه نمیشه گرش. چقدر بپرسیم دوستان آشپزی میدونن؟ آره آشپزی شما هر کن شما بگین. علی که نمیذاره شما صحبت کنی اگه من بهش بپرسم. کاش همه چی سوال میکنی غیر آشپزی. اجازه بدین که کارشناس محترممون رو بله حتما امشب کارشناس با بیان ببینیم. بله دوستانمون اگر سوالی دارن براشون بگین. الان از بچه‌های پشت صحنه هم بپرسیم که اینقدر سلام درست کنن یا نه قطعاً از علی که بیشتر بلدن درست کنن. بله سرکار خانم معززین امشب چی بریم؟ خیلی خوش اومدین. امشب باید زحمت بکشید برای ما اسپاگتی با ماهی سلمان درست کنیم. ماهی چی؟ سلمان. سالمون خودمونه. سالمون بله ماکارونی با گوشت شخیره من این درسته میکنم. خب با این اینجا خب خیلی در واقع با اسپاگتی و حالا ماکارونی سس‌های بسیار متنوعی داره. همیشه همه عادت دارن که اسپاگتی یا ماکارونی رو با گوشت شخیره میل کنن ولی با ماهی اگر برنامه ماکارونی با اسپاگتی فرق داره فهم دارید؟ بله و شما برنامه رو معلومه ندیدن ایشون. چرا برنامه هم دیده؟ من یکی از طرفدارای طرف قرص برنامه رسپاکتای خودمون دارن نزاع میکنن. اصلا نشه میزای از قبل برنامه امشب آره من بچگی دوست داشتم. من بچگی اصلا این برنامه رو دوست داشتم. چقدر اصرار کردم حالا ما از بچگی کار میکنیم. این تیکه کلام خیلی از داره این تیکه کلام فوتبالی است اونا که میرم پرسپولیس استقلال قرار بمزم اونا بچگی استقلالی بودم این همونه. بله میفرمودی. بله بعد حالا امشب اسپاگتی داریم تفاوتشو حالا اسپاگتی با ماکارونی خدا تفاوتش خودمون وسطش میگیم خودشون بریم ببینیم که در این بخش ادویه شناسی عزیزان چقدر ادویه ها رو میشناسن. موافقین؟ پس بیاین با ما. بله تشریف بیارین آقای انصاریان. بله. آقای درخشان. باش صف نمیبسی. چرا در میاد؟ آخه شکمت میزنه بیرون خیلی بده. من عادت ندارم چرا انقدر. آقای زلیپور برای دوستان شما توضیح بدید. من توضیح بدم. در این بخش بله. بله. اینجا سه تا استکان شما دارین آقای درخشان. سه تا استکان اینجاست. 12 نوع هم ادویه ما داریم. از بین این 12 تا بله از بین این 12 تا تو هر استکان یک اسمی روش نوشته شده. مال آقای انصاری جز هندی، برگ بو و جعفری. مال شما بله ترخون هستش. بله پاپریکا و میخک. از الان هم یک دقیقه فرصت داریم. سعی کنید با بو کردن پیدا کنید چون اگر بخورین مزه کنین مو داستان میشه دیگه. 3 2 1 شروع. شروع بفرمایید. آقا شروع کنید. خانم مقاله یه فیلم بازی کرده بودن اینجوری. بو می‌کردن. جوز هندی. خب جوز هندی چه شکلیه؟ الان که رفتی سراغش. من حالا ندیدم. خب برگ بو چی؟ برگ اینه، این فقط توش برگه. خب بریز پس. ببینم چی؟ بو نداره. چرا؟ آقای زلیپور مگه میشه؟ نه این جعفری اینه بیا بابا. آره. بسه دیگه حالا نمیخوام غذا باش درست کنیم نگاه کنی جلوش چقدر جوز هندی یه چیزی که تا حالا ندیدی آقا هر که آدم نمیدونه یه چیزی آقا بگه اون بدترین چیزی که فکر میکنه به ذهنت خب آقای درخشان بکنم سه تا ادویه‌شون رو انتخاب آفرین چیه میریزی؟ خوبه دیگه جوز هندیه خانم معزین تشریف بیاری؟ بله تشریف بیاری سرکا خانم معزین دارو قرآن نگاه کن جلوشو چی کار کرده این بچه ها امتیاز بفرمایی میخک درسته پاپریکا بله ترخونم که بله بله درسته جعفری بله جعفری هم درسته برگه بود درسته اینم که جوز هندی چیه؟
بذار سر جاست، بذار سر باشه. خب بذار سر جاست، من انداختم. بذار سر جاست. خب باشه. اونو بده. این چیه؟ جوزندی درسته؟ جوزندی کدومه؟ خانم مگه این نیست جوزندی؟ من گفتم اینه. من که می‌خواستم کمکت کنم که آقا، آقای درخشان سه تاش درست بود، علی انصاریان دو تا. بله بزن از پرسه دو جلو افتادن. حمید درخشان بزن. هیچی آقا جان، هیچی. بله عزیزان، بریم به یه بخشی رو ببینیم، ببینیم در مرحله آشپزی دوستان چه میکنن. این مخزن آب در واقع هم اندازه هر دو نفر آب داریم. آرش جان گوش کن، علی گوش کن. آره هم اندازه آقای درخشان شما دو نفر آب داریم و به اندازه باید مصرف کنید که در واقع اسراف نکنید. هر کی کمتر آب مصرف کرده باشه و ظرفاش هم شسته باشه عجب من گیری کردم. آقای درخشان بفرمایید اینجا دستگش هست قربان. الان باید چیکار کنیم؟ من کاری از دستم برمیاد آقای درخشان. بعدن خب بعد گوجه رو برام بیارید. شاهد باشین من هیچ کمکی برای انصاری امشب نمیخوام بکنم، ببینم چیکار میکنم. چاقو اونها پسر اونجاست. چاقو اونجاست. کدوم ها رو بردارن؟ کوچولو رو مثلا ببرین کوچیکا یا پیازتون رو بله. ولی آقای درخشان من شنیده بودم شما تو مسافرت هایی که بودی خودتون خوب آشپزی میکردین ها. الانم من دارم میبینم یه مقدار رو تنفسم اگر کار کنیم بخششم. من گفتم هیچ کمکی نمی کنم تا زمانی که سطل آشغال نداری علی خودش از من بخواد که بهم کمک کن. من همین الان 10 بار گفتم اینو الان خورد کن. پس الان شما به من داری میگی کمکت کنم امشب. آره 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 آره. خب ایشون خودش خواسته و من کار انجام میدم. آقای درخشان هم همه کارشون رو انجام دادن. خواهش آقا بگو من چیکار. نمیتونی شما هم بزنید کاری نداره که دیگه. باید یه ذره زردچوبه هم بهش بزنید. میخواد کمک کنم زردچوبه. یه ذره زردچوبه می‌ریزیم. یه ذره. نمک نمیخواد؟ نه. میخوای نخواهی بازاری کم کنی؟ زیتوناتونو من آقا ما به روش خودمون لطف میکنی خوردش کنی؟ ما به روش خودمون امشب میخوایم غذا درست کنیم، ولی میتونید سر بزنید به سایت ما، یه اپلیکیشن اونجا داری روش های دیگه هم هستش برای پختن این غذاه، ولی ما به روش خودمون. این روش علی انصاری، این روش من نیست. هر اتفاقی افتاد مسئول گردن خودشه. ششم تازه سوخته. شما زیادم دیله تاخیر داری شما زره. یه خورده هم بزن تو هم بیا. کاری نداریم الان ما. امتیازتون کم بشه. چقدر گوجه اونا چه سیاد خوشمزه است دیگه. سس غذاتون آقای درخشان بله. من فکر کنم یکی از غذاهای اصلی که در واقع فوتبالیستا ماکارونیه. آفرین به تو. خب چرا ماکارونی میدونی یا نمیدونی؟ چون سباک غذا سباکیه و زودم تبدیل به انرژی میشه. به خاطر سبکیش و هیدروکربونی که داره خیلی سریع جذب میشه و تولید انرژی میکنه و سبک هم هست. آفرین برای حمید درخشان هست. لطفاً خواهش میکنم اینایی که بیرون نشستن اینقدر بیکار نباشن. آره دست آره بیرون. آره آره شما شما دوست عزیز بله آقا تگه کره بود خیلی بیشتر کره داریم اینجا کره دلشون دیگه ریخت الان آقای درخشان اونا چیه تو مایتابه؟ روغن؟ نه یه چیز دیگه هم هست پیاز و سیره پیاز و سیره پس ما خیلی سیره ما یه حریفتش انجام بدیم بیایی تقلب میکنین آرش برو زرفا رو بشودید فقط یکی یادش مونده از اون بله نچسبه علی داره میسوزا روغن بریز من از این خب نصف اینو میریزم که نصف خیلی بله این دو تا قول زد روغن میریزی خب من بریزیم اونو میشه درش برداری شما بیزار اینجا همه رو نریز نصفشو بریز باشه بابا امشب محصولی که ما داریم استفاده میکنیم برای پختن این غذا آنتی اکسیدان هستش محصول جدید از شرکت تولیدی تک ماکارونه که قبلا از این خانواده یعنی خانواده محصولات فراسودمند این شرکت ما چند تا محصول دیگر استفاده کردیم اگه یادتون باشه اومگا 3 داشتیم روی داشتیم و پروبیوتیک محصول امشب اونم آنتی اکسیدانه چی بود اسمش آنتی اکسیدانه سه بار بگو پشت هم آنتی اکسیدانه دوباره آنتی اکسیدانه آنتی اکسیدانه آنتی اکسیدانه اونو از کجا آوردی خانم مقالو کدوم میخواد چی میخوام بگم من از اینا اینقدر زرد است خب دیگه ما هم داریم دیگه بچه های صحنه خونم پاید کرد خوبه خب ما تقریبا این تا
داره آماده میشه. اون چقدر شده؟ فکر میکنم در حدش شده. تموم. اجازه بذاریم منم نگاه بکنم. هر شما دوست دارید. شما هم ببینید خود دست. کلا زیتون دوست ندارم آخه. همه آبش خالی نکنید. یه استکان داشته نگه دارید. چشم بونه برای چون خود همون زیرش. بله میذارم من. من بیام اون سر ببینم. آره شما بینو برم من میرم اون وقت. چه کار کردم؟ حمید خان چه خبر؟ خوب. چقدر خوب شده این مایه شما. مایه‌تون خیلی خوب شده. چیز تیخ داره آقا؟ این مایه خوبه خدا وکیل. نمک هم بذارید میگم. نمک زد. ماهی آخر سر بذارم که صفر نشه. شما چرا مایه‌تون کوچیک‌تره؟ ما این انتخاب کردیم. آب مگه چیز امتیاز نداره؟ کم بشه؟ چرا؟ چرا؟ من اشتباهی. علی بیا آبکش کنه. بیا اینجا. بیا. آبکش کنه. آره. آب. الان چه خبری اینجا؟ آقا چرا من آبا آقای انصاریان اومدن این ور باد گذاشتن. نه خواهی نرم چون شسته بودم من بستم. آه ببینی؟ علی بیه اینا آبکش کنیم. بس ببینی ایشون اومدن این ور آبا باز کنم. من یه لحظه بکرم من شاید یادم رفته بود. یه آره بابا بریز همه شو؟ بله آبا خالی کن همه شم بریزیدی. آبکش یعنی چی؟ یعنی آب بریز. حالا آبکش کردی؟ این یکی راست بگو. نه بابا میگه من غذا درست نکردم تا الان. اون آب زیرش که نمیره که. خب چی کار داری تو بریز؟ ماکارونی که آبکشی کردیم مایش که آبی که از اونجا استفاده بود و گذاشتیم اونجا آنتی اکسیدان داشت. آنتی اکسیدان محصول اون آنتی اکسیدانه. آنتی اکسیدان رو اضافه کردیم به مایه‌ای که از گوجه و ماهی و زیتون و چی بود گشنیز؟ گیش نیست اضافه کردیم شد این چیزی که آفرین. ایشون حداقل 300 سال در آشپزی میکنه. اصلا آقای درخشان به نسبت آقای انصاریان خیلی ساکت ترن. بله حمید خان آقای درخشان بله بله ندیدید شلوغی آقای درخشان. حمید خان چند سال دفنه شما؟ سن اینجا که نمیپرسن که. آه نبا بگی خانم ها رو میگن سنشون آقا نپرسن. معلوم حمید خان ببینید به کاپیتان تیم ملی ایران بوده، کاپیتان پرسپولیس بوده. ما رو دعوت کردید که چی این داره آشپزی می‌کنه، چی هم در اومدیم. آقا بیا تخم مرغ بزن، حداقل دو تخم می‌تونی بزنی که اینجا این املت رو درست کنی. تخم مرغ سر شده جوجه جدا. نه آقا بزن تخم مرغ. آقای درخشان کشیدن رفتن برای تزیین. چی می‌خوای؟ این آب چیزا رو نمی‌خوای ماکارونی رو دیگه؟ نه دیگه بس دیگه ریختیم روش دیگه. این صداها چی الان؟ در می‌زنه. در این مرحله آخر بله ما در مرحله آخر اتفاقا رو میکنیم هنرمون رو. الان میارم الان فرده. خب من فکر میکنم که یه رنگ خوبش بیاره. او چیزا رو نگیرم قرمز بیارم سبز بیارم زرد بیارم. خب من فکر میکنم که ببین دوستان کارشون تموم شده. فکر میکنم که بریم یه مرحله رو ببینیم برگردیم با این عزیزان باشیم. دوستان سخت که نبود آقای انصاریان کجا این به چی داری فکر میکنی؟ به افق به افق خیره شده همینجوری دیگه. سخت بود؟ نه خیلی. خب نه خیلی خوب. خب عزیزان ببینیم که نظر کارشناسای محترممون چیه. بله بله. سکو خانم مؤذنی بله بفرمایید. خواهش میکنم. اول یه خسته نباشید میگم آقای درخشان آقای انصاریان. ممنون تمه هر دو غذا خوب بود. یه سری نکته هست که من بهش اشاره کنم. اول اینکه نکته مثبت رو بگم اینکه از در واقع آب اسپاگتی استفاده کرده بودین برای داخل سس و این خیلی کار درستی بود. حالا غیر از بحث آنتی اکسیدان برای مزه‌دار کردن سس خیلی لازمه این کار که این نکته مثبت بود. یه نکته منفی که بله یه نکته منفی که رعایت نکرده بودین این که از ابتدا میتونستید ماهی رو مزه‌دار کنید. یعنی از ابتدای کار میتونستید با کمی نمک و فلفل بله. ماهی رو مزه‌دار کنید که اینجوری طعم ماهی خوشایندتر میشه. یه نکته در مورد استفاده از تخته بود که معمولا خیلی این نکته رو باید حتما رعایت کنیم که هم چاقو
هم خود تخته ضد عفونی بشه موقعی که داریم حالا چه موقعی که می‌خوایم با گوشت خام سر در واقع کار کنیم و خودش کنیم و موقعی که می‌خوایم با سبزیجات این کار انجام بدیم. این نکته بسیار مهمه. هر دو غذا خوش‌طعم بود، همه نکات رعایت کرده بودین، ولی خب یه مقدار ماهی که شما مزه‌دار کرده بودین آقای درخشان خوشمزه. مرسی. بله سکا خانم جهانی ممنون. مرحبا، خسته نباشید میگم خدمتتون. غذای امشب ما از نظر تغذیه ای خیلی جا داره که راجبش صحبت بشه. من خیلی خلاصه وار در ارتباط با خود محصول که در ابتدای برنامه صحبت کردیم که چه خواصی داره و چه جوری میتونه روی تقویت سیستم ایمنی اثر بذاره. ما ماهی سالمون رو داشتیم. خود ماهی سالمون هم توی در واقع بهبود عمل کرده مغز و هم در کاهش فشار خون موثره. بنابراین در مجموع غذای امشبمون از نظر ارزش تغذیه فوق العاده بود. بله سپاسگزاریم. خب من دوستان رو بدم یا شما اول شماره هاشون رو اعلام کنید؟ نه هدیه. آقا چه شما یه با برنامه تماشایی با خانم آقایون رفتید جعبه سنگینا رو بیاره کلی توش من میارم اجازه اگه بدم. نه عذیت شما... میشه شما نه سنگینه اصلا عذیت سن و سال به هر حال. نه من شما من رفتم جوانای الان من نمیدونم اصلا ورزش نمیکنن والا همشون هم هی قر میزنن فقط. نه آقای من بدم خدمتشون. سپاسگزاریم. مرسی، تشکر آقای درخشان. سپاسگزاریم از شما. تندیسی هست که به یاد ما باشین. من دیگه صحبت نمیکنم که شما دستتون درد نگیره. آقای زلی پور تپلک نمیتونن اینو بلند کنن. بفرمایید. خب این دو تا هدیه در واقع از شرکت تولید تک ماکارون هستش که حامی مالی برنامه‌مون هستن که تقدیم به شما دو تا دوست عزیز که به هر حال امشب آشپزی کردیم. مجبور شدین آشپزی کنیم دیگه. ولی واقعا خوب بود. فکر می‌کنی این غذا رو باز درست کنی؟ خودت فکر می‌کنم بتونم. شما چی؟ چون ماهی دوست ندارین؟ نه. من اصلا غذا دوست ندارم. این اصلا غذا درست نمی‌کنه. خوشحالم شدم که کنار امید درخشان بودم. خواهش می‌کنم. مرسی. آقای درخشان من 20 سال شاگردشم. افتخار کردم بهش چون یکی از بهترینای آسیا بود. بله و معلومه هم خیلی دوست دارم با زندگی شما عزیزان خواننده هامون و بازیگرامون بیشتر آشنا بشن. منم تشکر میکنم از شما، از کارگردان محترم، از اسپانسر این برنامه و در مجموع همه دوستانی که اینجا زحمت میکشن. آشپزی که بلد نیستم ولی حالا چون صحبت شد درباره این اتفاق گفتم بیام یه تستی بکنم، شاید یه چیزی یاد گرفتم. والا سعی میکنم که حالا غذای خونه رو بیشتر استفاده کنم ولی خب اگه نباشن مجبورم دیگه از بیرون غذا بگیرم دیگه. اول از ما عادت میکنیم به دست پخت مادرمون، خب خیلی سخت میشه. من خودم از اونام که خیلی بدمزاجم، خیلی بد غذا هستم که متأسفانه غذا همه رو نمیخورم.